سلام، پیام تولید پهباد ایرانی در تاجیکستان چیست؟ اینو پایگاه خبری العهد لبنان زده. این پایگاه با بررسی تولید پهباد ایران در کشور تاجیکستان نوشت در اوج درگیری‌های روسیه و اوکراین، محمد باقری رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران پس از سفر به تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور و مسئولان ارشد نظامی این کشور دیدار کرد. خب یادمونه که، و جالبه بدونید که یکی از مقامات وزارت کشور ما همین الان در تاجیکستان حضور داره و وزیر کشور تاجیکستان هم آمادگی کشورش رو برای توسعه روابط با ایران در همه زمینا، از جمله مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر، این وزارت کشور گفته، به طوری که گویی که بحث امنیت تاجیکستانه که ایران توش ورود کرده. به گزارش زنهار، سید مجید میرحمدی که برای شرکت در نخست اجلاس کارگروه مشترک امنیتی ایران و تاجیکستان به شهر دوشنبه سفر کرده است، با رمضان رحیمزاده وزیر کشور تاجیکستان گفتگو کرد. در این دیدار، خب یعنی منظور این که روابط امنیتی هم به شدت رشد داشته. حالا ببینیم، برگردیم به پایگاه خبری العهد لبنان. میگه به گزارش این پایگاه خبری، راهبرد معاصر با وجود تحریم‌های شدید آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران از 40 سال پیش تا کنون، تهران نه تنها موفق شد خود را در زمینه ساخت پهپاد در رتبه نخست بین کشورهای جهان، رتبه نخست بین کشورهای جهان، ما تو نهایتا سومین کشور قدرت پهپادی جهان هستیم دوستان عزیز، با تنوع پهپادی بیش از 65 نوع پهپاد در زمینه شناسایی اطلاعاتی و جنگی. خب امروز میگه، بلکه امروز به رقیبی مهم برای کشورهای بزرگ در زمینه تولید و صادرات پهپاد بدل شده است، وقتی که صنایع نظامی هم ارزاور میشن واسه کشور. الان آمریکا بیشترین ارزاوریشو از صنایع نظامیش داره دیگه. خب به گزارش العهد، خبری که در این سفر منتشر گردید و باعث شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به شدت بترسند و آن را یک رخداد فاجعه بار توصیف کنند، این بود که سرلشکر باقری کارخانه تولید پهباد ابابیل دو را در دوشنبه تاجیکستان افتتاح کرد. البته عکس فتروس هم بود، یعنی ابابیل دو شروع کار ماست با برادران تاجیکستانی، این آغاز راهه و قول میدم به زودی پهپادهای دیگر ما مثل فتروس، مثل پهپاد ابابیل 6 که 100% به تاجیکستان خواهد رفت، بسیار پهپاد راهبردی و در این حال ارزون قیمتیه. خب بعد میگه ابابیل 2 یک پهپاد تاکتیکی کم هزینه که برای ماموریت‌های شناسایی، مراقبت و حمله طراحی شده است. برد آن به 200 کیلومتر میرسد و قادر است به مدت 1.5 ساعت در هوا بماند و به ارتفاع 11000 پایی برسد. این پهپاد دارای قابلیت رصد مساحت 770 کیلومتر مربع در عملیات‌های تجسسی و شناسایی است و میتواند از قایق‌های معمولی و تندرو و همچنین کامیون‌های بزرگ نظامی به هوا برخیزد. هنر نزد ایرانیان است و بس. یعنی چه کار نمی‌کنن؟ از انواع هم پهپادا رو میتونه قایق تندرو، اما قایق تندرو خب میدونید دوستان عزیز این خاص ما، یعنی واس ماست دیگه، ما بودیم این قایقای تندرو رو نظامیشون کردیم تو سال 65-66 تو جنگ نفکش ها. الان خود دیگه ماشاءالله خودمون یکی از بهترین سازنده های قایقای تندرو هستیم و رکورد تمامی قایقای تندرو جهان نظامیشو میگم شکستیم. خب اما اهمیت و پیام این اقدام راهبردی ایران چیست؟ اومده ذکر کرده که ایران که رفته کارخونه تولید پهباد زده، چه اهمیتی داره این کار ایران؟ میگه سفر سلشگر باخری توجه کشورهای غربی و رژیم موقت صهیونیستی را به خود جلب کرد. واقعا موقت هن، اینا باید برن با امید خدا. حالا گلوبالیستا، بیت این پیج هم بزنید
لا 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 و باعث شد که سوالات بسیاری از آن آنها به وجود آید. اما این اقدام ایران پیامدهایی به همراه دارد که عبارتند از: نخست، با وجود این که تاریخ ساخت پهپاد در ایران به 3 دهه قبل باز می‌گردد، این برای نخستین بار است که ایران به صورت رسمی و علنی خط تولید پهپاد در یک کشور دیگر را راه اندازی می‌کند. این اولین پیامشه. ما پهپاد دادیم مثلا به اتیوپی، به ونزوئلا و عراق و کشورهای دیگه، به بیش از 50 کشور جهان صادرات نظامی داریم، ولی این برای اولین باره که به صورت رسمی ما اعلام کردیم که کارخونه تولید ساخت پهپاد زدیم تو تاجیکستان. یعنی این اولین اهمیت این کار. دوم میگه همکاری نظامی بین ایران و تاجیکستان از جمله در افتتاح کارخانه پهپاد ابابیل 2 در دوشنبه از مهمترین و بارزترین نتایج رفع تحریم تسلیحاتی آمریکاست. اون قطعنامه‌ای بود پارسال پیرسال میفته دیگه، آرزمون ترامپ، اواخر ترامپ بود که ترامپ خیلی تلاش کرد اون رفع تحریم تسلیحاتی ایران که برداشته شد اونو به قول معروف دوباره برگرد که نتونست. میگه این دومی پیامشه، چرا که بنا به قطعنامه 2231 شورای امنیت تمام محدودیت‌های واردات و صادرات سلاح به ایران از اکتبر 2020 لغو شده است، لذا تهران به صورت قانونی میتواند سلاح سبک، موشک، بالگرد و تانک خرید و فروش کند. اما نگرانی اصلی صهیونیست‌ها و غرب این است که ایران در بلند مدت به رقیب جدی در زمینه صادرات تجهیزات نظامی به آسیای مرکزی تبدیل شود. کل دردشون هم همینه. ما به امید خدا یکی از منابع ارزاوریمون تو حوزه نظامیه. وقتی ارزاور ایجاد اشتغال میشه، تأسیساتمون رو بزرگتر میکنیم، کارگر تو استخدام میکنیم، این باعث شکوفایی اقتصادی میشه. اتفاقا اینو آیزنهاور میگه بعد اینکه دوره ریاست جمهوریش تموم میشه و البته گرایه میکنه که این شرکت های اسلحه سازی در آمریکا اینقدر بزرگ شدن که میتونن هم اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بدن، هم سیاسیون آمریکا رو واسه جلب نظرشون، و سیاسیون آمریکا هم مجبورن واسه سود و واسه جلب نظر اونا مرتب جنگ راه بندازن، مرتب به این کشور و اون کشور حمله کن تا رضایت شرکت های اسلحه سازی رو به دست بگیرن، این توپ و موشک ها رو بزنن تو سر مردم بیگناه کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین. خاک بر سر زیبا کلام، همینطوری گفتم. خب میگه سومین اهمیتش اینه که گسترش همکاری نظامی و دفاعی ایران و تاجیکستان دلیل محکمی بر بهبود روابط تهران و دوشنبه است. همون لیبرال ها و اصلاح طلبان بی همه چیز که خیلی اونا روابط ما رو با دوشنبه با تمام آسیای مرکزی برهم زده بودن. سفر آیت الله رئیسی رئیس جمهور ایران به تاجیکستان نقش مهمی در حل اختلافات و تقویت روابط دو کشور داشت. رئیس جمهور تاجیکستان نیز پس از 9 سال یعنی از دوره احمدی نژاد تا حالا ایران نیا بود، تو 8 سال روحانی به ایران نیامده بود. خب میگم آقا اینا هندرمو بودن دیگه، ایران خراب کن بودن، واسه موسموس کردن دور آمریکا هر چی ما رفیق و دوست منطقه‌ای داشتیم همه رو کرده بودن دشمن ما. خب پس از 9 سال به تهران سفر و آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر ایران دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای هم در این دیدار گفتن پهپاد عامل مهمی در امنیت کشورها محسوب می‌شوند. چشم بیدار مرزهای ایران، مرزهای کشورها شدن پهپادها. میگه چهارمین اهمیت، این همکاری امنیتی را نمیتون از موضوع گسترده تر تبدیل ایران از ناظر به عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای جدا کرد. تو دوران روحانی که از موانع ما در رسیدن به شانگهای مخالفت تاجیکستان بود، چون اینا دشمن کرده بودن، برادر عزیزمون از ما ناراحت کرده بودن، با آمدن رئیسی دوباره برادری آغاز شد، روابط دوباره گرم شد، مانع ما در پیوستن به شانگهای برداشته شد و الان ما عضو دائم پیمان شانگهای هستیم به کوری چشم لیبرال ها. خاک بر سر تاج زاده. خب همینطوری گفتم. بعد میگه پنجمین اهمیتش هم این احتمالاً این همکاری نظامی بین تهران و دوشنبه باعث تقویت توانمندی های امنیتی تاجیکستان خواهد شد تا بتواند با تهدیدهای تروریستی مانند داعش مقابله کند، به ویژه اینکه تاجیکستان 1200 کیلومتر مربع مرز مشترک با افغانستان دارد و پس از در افغانستان طالبان، خب این فی نفسه، یعنی
چالش و خطر، هرچند مرزبانان تاجیکستان، مرزبانان جنوبی تاجیکستان هم عموماً روس هستند. ششمی، این اقدام باعث توازن نظامی بین تاجیکستان و قرقیزستان خواهد شد. این دو کشور سال گذشته تنش مرزی زیادی داشتن، حالا هم دارن. چند روز پیش یکی از سربازان تاجیکستانی کشته شد، هفته قبلش یکی از سربازان قرقیز کشته شد، یعنی تنش دارن. تاجیکستان منبع آب آسیای مرکزی، سر مرزاشون، سر منابع آب بالادستی تاجیکستان، برارونمون بالادستن با امید خدا. خب قرقیزستان هم اولین کشور آسیایی بود که پهپاد جنگی بیرقدار ساخت ترکیه را خریده بود. یعنی بیرقدار خود تقش در اومد که جنگ اوکراین، خود زلنسکی هم گفت هیچ پخی نبود که روسا همه رو زدن. ولی با این حال قرقیزستان که رفته بود پهپاد بیرقدار گرفته بود، ایران هم اومد گفت برادر کوچیکم من نمیذارم تنها بمونه تاجیکستان، منم پهپاد ابابیل دو انشالله فتروز ماجر شیش هم بهش میدیم، همه چی بهش میدیم، نمیذارم کم بیاره در مقابل قرقیزستان که ترکیه بهش بایرکدار بی خاصیت داده بود. خب میگه این در حالی است که در راستای تقویت و توسعه همکاری مشترک دفاعی و نظامی بین تهران و دوشنبه، با همت و تلاش متخصصان صنایع دفاعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران، اردیبهشت ماه گذشته کارخانه تولید پهپاد ابابیل دو با حضور سرلشکر باقری و شیرعلی میرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه کشور تاجیکستان در کشور دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد. سرلشکر باقری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با تلاش متخصصان و دانشمندان متعهد خود و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانسته است در تمام ابعاد، درود به شرفشون، در ابعاد نظامی و دفاعی به ویژه هواپیمایی بودن سرنشین رشد قابل توجهی داشته باشند، گفت امروز در جایگاه هستیم که می توانیم علاوه بر رفع نیازهای داخلی به کشورهای همپیمان دوست در جهت افزایش امنیتشون کمک بکنیم و صادرات داشته باشیم. دوستان عزیز، اینه که خواستم این مقاله خبر گزاری العهد لبنان رو واسه شما برجسته کنم از اهمیت راهبردی پهپاد ابابیل دو، کارخونه ساخت پهپاد ابابیل دو در کشور دوست، برادر، هم طایفه، هم تاریخ، هم زبان. اصلا نمیشه اینو چطور جدا کرد، بگیم همش شد هم، واقعا هم همش همه. لعنت خدا بر لیبرال ها که همیشه عامل انشقاق بودن، عامل وصل بودن، ببخشید عامل فصل بودن. ما رو از این برادرانمون جدا کرده بودن، یه مدتی باعث کدورت و ناراحتی شده بود، ولی خوشبختانه برادری آغاز شد و روابط ما در حوزه های مختلف، نظامی، امنیتی، اقتصادی، منطقه‌ای، ژئوپلیتیکی، باز شده و قرار به زودی هم رئیس جمهور قرقیزستان بیاد ایران، رئیس جمهور ازبکستان هم قرار بیاد. اصلا همه حجم مبادلات و آسیای مرکزی واس ماست. دوستان عزیز، گفتم در این رابطه امروز باهاتون صحبت کنم. ایران عزیز ما به پیش میره، به کوری چشم دشمنان چشتنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گم شن، دور شن، هلاک شن. ایران مثل بولدوزر موانع از سر راه بر میدار. گوش به پشای صحنه هم ندید. این اینستاگرام تو همه پیجا ما رو بزن به فینار، به قول ما به جهنم، به درک میریم رو پیج دیگه. دوستان که میان ما یه پست کوچولو میذاریم، دوستان این محدود شد برید پست دیگه، ماشاءالله 2000 3000 5000 میان. یعنی دوستان ما شرمنده این که مرتب از این پیج میبریمشون اون پیج، ولی خب دوستانم میدونن که این بخشی از جنگ رسانه‌ای ماست. این سنگر نباید خالی بمونه، باید تو دهن غربگراها و براندازان و گلوبالیست‌ها زد و صهیونیست. هرچند سپاس از مهرتان، پیروز باشید.